بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما عزیزان، همچنین سلام دارم خدمت شما آقای منی. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان، اگر در ایران و یا در ایران میزید. بینندگان محترم، رسیدیم به بخش 18 کاربردها و تعاریف استقلال آزادی. استقلال به عنوان برخورداری از حق بدون واسطه ولایت و آزادی به معنای کاربرد و به کارگیری بی واسطه حق ولایت. بفهم. بله، عرض کنم که در بحث‌های گذشته دانستیم که بر اصل موازنه عدمی هر کس خود خویشتن را رهبری میکنه. بر اصل سنویت نه، یک نخبه ها رهبری میکنن، عوام رهبری میشوند. این فرق این دوتا اصل با هم. خب، و نیز دانستیم که دوتا حق استقلال و آزادی مثل حقوق دیگر قابل انتقال نیستن. اما ما در جهانی زندگی میکنیم که نه، این اولا حقوق ذاتی نمیشناسه، ثانیا قابل انتقال میدانه. مثلا در دموکراسی های غرب قبول کرده که حاکمیت به منظان مردم مال ملت. خب اگر این استعداد رهبری من قابل انتقال نیست که نیست، بنابراین حق دارم بر ولایت عنوان شهروند. ولایت میگیم به لحاظ این که مبناش دوستی است، حاکمیت مبناش دوستی نیست، مبناش قدرته. بر اون مبنا جمهور مردم نمیتوانن اون حاکمیت داشته باشن، به لحاظ که روابط قواست و قدرت هم میل به تمرکز داره، میشه همون اقلیت، حاکمیت اقلیت بر اکثریت. خب اگه من این دارم، این قابل انتقال نیست، خب من چجوری نماینده انتخاب میکنم که بره به جای من تصمیم بگیره؟ یه تناقضه. روسو، فیلسوف سوئیسی که در فرانسه زندگی میکرد، هم این رو به اصطلاح یادآور شد، گفت آقای خانم، اون وقت خانم ها رأی نمیدن، آقای که میری پای صندوق، همچی که رأی انداختی تو صندوق دیگه بی اختیاری، رأی دادی اون که انتخاب میشه و تو ارباب میشود. خب حالا آمدن و حقوق دانم دیدن که درست دیگه قابل انتقال که نیست، این حق ولایت قابل انتقال نیست، چون حق رهبری من قابل انتقال نیست. نمیشه از من شما بگیری بگی به دیگری. خب من در جا میمیرم، یه آدمی که استعداد رهبریش ازش بگیرن در جا مرد میمیره. برگه نمیتونه زندگیش تنظیم کنه دیگه. خب چیکار کردن؟ حالی ما تناقض چجوری حل کردن؟ گفتن که فرض میکنیم این مردم یه ملت رو تشکیل میدن، این ملت حق حاکمیت داره، اونایی که مردم انتخاب میکنن نمایندگی میکنن از این ملت در اعمال حق حاکمیت. اینجور مشکل اینجوری حل شد. خب اما این مشکل که اینجوری حل شد، در واقع میخواست که این رهبری و ولایت و یا حاکمیت اقلیت و بر اکثریت به کرسی بنشونه. بعدان هم همینجوره دیگه، جامعه رأی میده به یک اقلیت نخبه‌ای که اونها بر کشور حکومت میکنن. در اون بساط ولایت مطلقه مثل مال کلیسا و بعد ما میان اکنون در ایران، فرض بر اینه که قوه رهبری عوام از نوع اطاعت پذیری است. یعنی یه قوه رهبری دارن که این خودش به اصطلاح بتونه به استقلال عمل کنه. نه، این قادر به عمل به استقلال نیست، این باید دائم ببینه که اون رهبری کننده چه میگوید، از او پیروی کنه. این هم استعدادش در این حد. حالا چجوری کشف کردن
این انسان ها دو یه نوع رهبری وجود داره که فقط کارش اینه که اطاعت بکنه. این هم از به اصطلاح گفت که از کجای آقای ارسطو بیرون آمد خدا داند، ولی اینجور والا یه ویروس کرونا که فقط ارناس میگن موجود هم محسوب نمیشه، موجود زنده، رهبری خودش به دست خودشه، یه دنیایی رو به این روز انداخته. وای والا انسان که داره در جهان، پس در جهانی که ما زندگی میکنیم امروز اکثریت بزرگ رهبری میشوند، چه در دموکراسی ها و چه در استبدادها. یعنی اون قول آقای ارسطو داره بهش عمل میده، این اکثریت بزرگ استعداد رهبریش در حدی است که اطاعت بکنه، پیروی کنه. از این به این جهت نظام های اجتماعی سلطه‌گر و سلطه پذیرن، رئیس و مرعوسن، رهبری کننده و رهبری شونده که نه قبل مثلا. به این جهت نمیتونن حقوق پنجگانه رو به عنوان حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی او، حقوق ملی او، حقوق طبیعت و حقوق عضو هر جامعه به عنوان جامعه جهانی، عضو جامعه جهانی بپذیره. نمیتونن، برای اینکه این با اون ساختار جور نیست. چون یکی از همین حقوق این است که هر کس خود کشتر رو رهبری میکنه. روشن؟ خب؟ حالا به این جهت است که راهکار بیرون آمدن از این جهان با این نظام بس ویرانگر نیروهای محرکه رو تخریب میکنه شب و روز، الان حیات تو روی زمین به خطر افتاده، راهکار چیه؟ اینی که بپذیره این انسان که هر انسانی استقلال دارد در گرفتن تصمیم و به کار راه بردن استعداد رهبری خیش و آزادی دارد در انتخاب نوع تصمیم به طور خودانگیخته. حالا اگه به این رو پذیرفت، اون وقت حقوق پنجگانه قابل عمل می شوند، پذیرفته می شوند. بنابراین گیر کار اینجاست. ما حالا حقوق پنجگانه به بشر پیشنهاد کردیم، اما گیر کار اساسش اینجاست که این باید پذیرفته بشود که همه این استعداد رهبری رو دارند، بنابراین حق دارند استقلال داشته باشند به معنای خودانگیخته تصمیم گرفتن و خودانگیخته نوع تصمیم رو معین کردن. حالا تعریف های دیگه گذاشتیم کنار، همه تعریف ها رو به عمل در بیاد که دیگه جهانی ما پیدا میکنیم، مثلا بعد میشینم میگن اینا چی آدم های در چی جهنمی زندگی میکردن، چه خواهم خوش بوده خیال میکردن زندگی میکنن. بله خب عرض کنم که این توضیحات که عرض شد ما را رهنمون میشود به این که با توجه به این که استعداد رهبری قابل انتقال نیست، استقلال برخورداری بی واسطه هر شهروند از حق ولایت و انتقال ناپذیر بودن این حق و آزادی اعمال مستقیم و بدون واسطه این حق است. خب این تعریف ما بپذیریم و همه نظام های سیاسی جهان میره زیر سوال. بیشتر اون نظام های سیاسی که استبدادی هست که اونها میگن رهبری رو خدا مثلا به اینا داده، یا اصلا طبق نظریه آقای ارسطو اکثریت بزرگ این استعداد رهبریشون در حق پیروی کردن و اطاعت کردنه. بنابراین ما حق داریم برای این مردم حکومت کنیم. فضولی کسی هم فضولی کرد، این قوای سرکوب در اختیار داریم، اونها رو سرکوب میکنیم. نه، ولایت برخورداری بدون واسطه از حق ولایت استقلال، به کار بردن این حق بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه آزادی. این هر دو هم یکدیگر میبینید که ایجاب میکنن. یعنی اگه شما
اون ولایت رو نداشته باشی، این آزادی به کار بردن او رو هم نخواهی داشت. و چه اسفناکه در کشوری که خود رو مسلمون میدونن به پیغمبر میگه ای پیامبر هدایت مردم دست تو نیست، مستقیم اگر هم بخواهی نمیتوانی، به این صراحت میگه، بعد ادعای ولایت از اون رو به اصطلاح جا میگه هر کس خود خویشتن را رحمت هدایت میکنه و تو هم یه بشری مثل بقیه. چقدر واضح میگه و این گوش ما همه بسته است. و سه حالا فوش هم میدیم به اون هرچی بدبختی داریم از اسلام خوب. همین چیز عمل میکردید اصلا دنیا دیگری داشتید. فوشا برای همین است که همین واضح نشه. حالا در مثال چند تا مورد مثال بزنیم. پس خیلی تعریف غیر روشنی ما الان پیدا کردیم. انواع ولایت ها، حاکمیت ها را هر کلمه بهش بدی، اینها وقتی که بنابراین که قوه رهبری انسان انتقال ناپذیره، بنابراین که هر کس خود خویشتن رو رهبری می کند، بنابراین که به قول همین قولی که الان شما گفتی، نه پیامبر نه هیچ کس دیگر نمیتواند دیگر را رهبری کند را هدایت کند، این هر کس مثلا برخوردار است از ولایت مستقیم بیواسطه و میتواند این ولایت رو به کار ببرد مستقیم و بیواسطه، اولی استقلال دومی آزادی. این تعریف روشن. حالا من مثال بزنیم. در سطح هر کشور اول قضیه این که خب وقتی هر شهروند استقلال دارد به این معنا که حق مستقیم بیواسطه دارد بر ولایت و آزادی دارد برای به این معنا که این حق رو اوست که باید اعمال بکند، اونم به مستقیم بیواسطه، پس مراجعه به قدرت خارجی ناقض این حق، مداخله ندادن به قدرت خارجی در امور داخلی و ممنوع بودن هر گونه مراجعه به قدرت خارجی در امور داخلی، این لازمه برخورداری هر ایرانی است. اگر در مورد ایران حرف بزنیم، هر فرانسوی، هر آلمانی است، از استقلال آزادی با این تعریف. خب این خیلی یه چیز خیلی روشنی آره برای معلوم شد. اگه کسی در ایران مدعی بشود که طرفدار دموکراسی است و قائل باشه به اینکه میگوید ما برای اینکه مردم سرنوشت خویش را خود تعیین کنند مبارزه میکنیم، این اول چیزی که بر او ممنوع میشود این مراجعه به قدرت خارجی است، برای اینکه این نقض میکند اون استقلال رو و اون آزادی رو به لحاظی که حاکم میکنه قدرت خارجی رو بر یک کشور، چون اون که محض رضای خدا نمیاد که شما امکانات بده، که اون امکانات میده برای اینکه بعد این منطقه رو، هر کشوری که به این ترتیب تغییر دولت داد و اون دولت بشه دستشانده، مگر به اونهایی که در مراجعه کردن به قدرت خارجی در کودتای 28 مرداد اونها امریکایی ها گفتن که حالا شما مستقلید، ما اون نفتی که مصدق قبول نمی کردیم به استقلال اقتصادی باید به مصدق نمی دادیم، حالا بفرمایید به شما می دهیم. هم چیزی بود؟ نه خیر، اول اون کنسورسیوم رو تحمیل کردن و زاهدی برد در مجلس، گفتن یک واب اینم کم و زیاد نمی شید، یک باوش. حالا در مقام توجیه هم گفت به زودی اتم نفت بلا استفاده میکنه، ما کلا گذاشتیم سر قلبی. اینم از باب اون که گفتیم بخش از مهم این قدرت مدارا به جای علم خیال و زن و گمان به کار میبرن. خب این مسئله
یکی اینجا ما متوجه میشیم که با این توضیح که دادیم راجع به من رو بودن مراجع به خدا خارجی، این زیر سلطه ها تا اون عقدیت صاحب امتیازشون به طرف قدرت خارجی نرون، اونا نمیتونن وارد بشن، اونا توانا به این که بیاند و عمل کنند و نه نمیشون. در مورد ایران که این اینه دیدیم 28 مرداد اون خرداد 60 این. خب اگه این پس این قدرت خارجی ممنوع بشود از مراجعه به قدرت خارجی و دخالت دادن به قدرت خارجی، چه رسد به محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی کشور؟ اون وقت این امکان پیدا می شود که هر انسانی برخوردار باشد مستقیم بی واسطه از حق ولایت و آزاد باشه در اعمال این حق مستقیم بیواسطه. یعنی مستقیم بیواسطه یعنی اینکه کسی نگه که حالا شما این حقی که داری اینجوری به کار ببر اونجوری به نبر. یه اتیه مثلا بگه آقا این اینا که سواد ندارن مردم، حالا ما بریم میگیم به این رای بده به اون نده، نه این ناقض حقه. هر کسی مثلا آزاده در اعمال مستقیم بی واسطه حق و ولایت. خب حالا اگه ما همین رو انقلاب کرده بودیم دیگه، آقای خمینی یکی از اصولی که پذیرفت گفت ولایت با جمهور مردمه و ما دموکراسی میخواهیم پیشرفته تر از دموکراسی های غربی، به لحاظی که میخواهیم هر ایرانی در اداره امور کشور خیش شرکت کنه. شو؟ خب حالا همین اصل رو اگه به عمل در می آمد، خب یک قلم جنگ 8 ساله نداشتیم، یک قلم ولایت مطلقه نداشتیم، یک قلم این مافیاهای نظامی مادی حاکم بر کشور نداشتیم، این ستون فقرات که سپاه و این گواهی سرکوب نداشتیم، چقدر تفاوت میکنه؟ خب در سطح هر جامعه حتی اگر دموکراسی بر اصل انتخاب باشه، مثلا فرانسه مثلا آلمان، بنابراین میشود که یه آلمانی یه فرانسوی حق مستقیم دارد بر ولایت، مستقیم بی واسطه بر ولایت، و حق اینکه این رو چگونه اهمال کند مستقیم بی واسطه اینم داره، استقلال آزاد. بنابراین این بنابراین بشود که تصمیم گیرنده مردم باشن. این که آقای خمینی میگفت که اصلا عموم مردم در هر شهر ایرانی در امور کشور دخالت بکنه و شرکت کنه، خب پس تصمیم کی میگرفت؟ مردم. قوه مجریه کار و مقننه و اینا کارشون چی بود؟ اینکه این تصمیم رو قوه مقننه بکنه قانون، مجریه بکنه بذاره به اجرا. خب اما حالا همینطوره؟ نه، یه مقدار پیشرفت شده، یعنی برنامه به جامعه ارائه می شود که با این اگر بیا مثلا این کار را می کنه. حالا جامعه هست نیست، اونا بحث دیگه است. یعنی فرض اینه که مردم تصمیم می گیرن که مثلا در یه دوره 4 ساله 5 ساله چه کارهای انجام بشه چه کارهای انجام نشه، مثلا نظر بر این. و اون قوای دیگه هم مأموریتشون این است که این تصمیم جامعه رو اجرا کنه. اما در عمل خب بخش مهمی از اینا عمل نمی شود. چرا؟ چون فرض اینه که حاکمیت مال منتخبانه. اون حالا اصطلاح که برای این که اکثریت بیان رأی بدن برنامه ارائه میشه، نه بر این مبناست که پذیرفته تصمیم رو مردم میگیرن به ترتیبی که ما توضیح دادیم. نو میگه آقا اگه مردم تصمیم رو میرن پای صندوق چیکار کنن؟ میرن رأی میدن و تصمیم میگیرن دیگه. نه، رأی میدهن که عده‌ای
برون اعمال حق حاکمیت بکنن. اگه قرار بود که تصمیم بگیرن، اون عده‌ای که انتخاب میشدن فقط کارشون اجرا بود، دیگه حق نداشتن این برنامه رو کم و زیاد کنن، باید اجرا میکردن. اگر هم میرسدن به مشکلی که این برنامه میشه نمیشه، اینها باید بیامدن به جامعه گزارش میکردن. اون جامعه رو میشه، اون برنامه رو هم، برنامه قوه مجریه رو قبل از که مردم انتخابش کنن رو میشه در نهادهای مدنی به شعور گذاشت و به نقد گذاشت و اونا فرضی که انگار میکنن، یعنی منتشر میکنن نه. موضوع بحث میشه، انتقاد میشه، اعضا مخالف موافق نظر میدن فلان. اما این به اصطلاح مانع این نیست که اون منتخبان اینا رو بذارن کنار و بگن بنابر مصالح روز این اون رو کنار گذاشتیم، این رو اجرا کردیم. اگه قرار بشه که تصمیم رو مردم بگیرن، کد فرق میشه. اون وقت اون مردمی که ببینن که تصمیم اونا میگیرن و اون مجری باید او رو عمل کنه، روی اون میرن روی علم، یه خیال و ذهن و این چیزا نیست، برای خودشون اعمال حاکمیت بکنن. دیگه میخوان مثلا آقای ترامپ انتخاب بکنن، باید کلی فکر کنن که این به اصطلاح تصمیم اونا اجرا میشه نمیشه، این آدم این هست که این کار بکنه نکنه. کلی این وضعیت احزاب، عرض کنم به شما انتخاب شوندگان، فسادی که این نخبه های سیاسی رو غیر سیاسی گرفتارش میشوند، اینها رو درمان میکنه. اگه بخواد به صورت کامل به عمل در بیاد که بسیار عالی میشه، یعنی شما جامعه های پیدا میکنید که هر انسانی در اون جامعه ها خودش مسئول میدونه، چه الان نمیدونه دیگه، میگه من رفتم رأی دادم دیگه، به من به قول آقای خمینی میگه مردم دیگه حقی ندارن، رفتن رأی دادن تمام شد. و این خود مردم هم جو تلقی میکنن، میگه خب رفته رأی داده و اونا باید برن کاراشون انجام بدن دیگه. ولی اگه ببینه که این مستقیم باید اعمال بکنه، میدونه نه مسئوله و این مسئولیت یه شأنی از مهمترین شأن از شؤون انسانی است. مثلا پارتیسیپاسیون و مشارکت از پایین شروع میشه. آره، هم از پایین میشه، تحول از پایین میشه و هر انسانی به محضی که گفت من مسئولم و این رو شناخت، این استقلال و آزادی خودشم بها میده، حقوندی خودشم بها میده و غفلت از حقوق نمی کنه. این امکان میده که رابطه ها با حقوق تنظیم میشوند. چون شما بخواد یه جامعه باشه هر کس حق بر ولایت مستقیم بیواسطه داشته باشه و بتونم مستقیم بیواسطه به کار ببره، این اشتراک عمومی میخواد، یعنی رابطه ها رو باید حقوق تنظیم کنن. یعنی کل تقریب اینجا چقدر اهمیت آقای بنصد این قانون اساسی پیشنهادی شما مشخص میشه که دولت رو وقتی میگید مرامی جز این حقوق نداره، تماما محدود، یعنی محدود به این معنی نه به معنی محدودیت، بلکه باید تمام اون حقوق رو رعایت کنه، یعنی نمیتونه یه برنامه از خودش بیاره مثلا مصلحتی خارج از حقوق. همینطور اون نمیتونه، جامعه هم نمیتونه، نمیکنه. مثلا به لحاظ مسئولیت مستقیمی که پیدا میکنه هر شهروند، ما مثلا مثل که انسان متولد شد به معنای انسان حقوند مسئول و این زندگی میشه زندگی که شاد و پر امید و اینا همچه زندگی است. بله، یه زندگی باشه که بگه آقا به ما چه مربوط، اصلا هیچ مسئولیتی برای خودش قائل نباشه، کشور داره از بین میره، اصلا مثل که به این ملت مربوط نیست، احساس مسئولیت نمی کنه. آدم که آقا این ملت کس کرده است، نمیدونم معیوس، نمیدونم غم زده است، اینا یه بخش عظیمش مال خود زیر سر خود بابا. این احساس مسئولیت بکن، به محصه که احساس مسئولیت کردی میبینی که نیازمند این وجدان به حقوق تصدیه، خصوصا این دوتا از استقلال آزادی. حالا در سطح خانواده یا یه گروه سیاسی یا غیر اونا،
اگه بخوان به این ترتیب یعنی برابر این دو تا اصل عمل کنن، یعنی زن و شوهر هر کدوم حق دارن بر ولایت مستقیم بیواسطه و حق دارن بر اعمال این حق مستقیم بیواسطه. تو این تنظیم رابطه بین این دوتا میشه تنظیم رابطه بین دوتا حق. پس این مواظبه که او به این زور نده، خودش هم به او زور نده. پس رابطه شون اگه قرار باشه با هم زور نگن چجوری تنظیم میکنن؟ با حقوق زندگی دیگری به نظام خانوادی نظام دیگری میشه. همینجور در یک گروه سیاسی، همینجور در یک گروه اقتصادی فرق نمیکنه. این اهمیت قضیه، اینکه هر کسی رو صاحب حق ولایت بدانیم بی‌واسطه مستقیم، و اینکه بگوییم این حق دارد که این ولایت رو اعمال کنه بازم مستقیم بی‌واسطه آزادی، این نه نظام خانواده، نه نظام های سیاسی، نه نظام های اجتماعی، بلکه نه اینا که همینا رو تغییر میده به جای خود، بلکه انسان مسئول پدید می آورد. این دستاورد بسیار عظیم است. فکر شو کنید اگه همین مردم ایران خودشون مسئول بدونن. اصلا ما آدم همین که این یه پاسداری ولی نه حکمرانه، یا نه روزخانی ولی نه ولایت مطلقه، این ها اصلا می آدم چقدر این حقیر بوده، چقدر این زندگی ابتدایی بوده، چقدر خشونت آمیز بوده، چقدر ضد رشد بوده. این بخش مهمی میاد از خلایی که انسان ها به لحاظ مسئولیت نشناسی، یعنی نداشتن وجدان، نداشتن به حقوق، عمل نکردن به حقوق به وجود میارن. این خلل اینا پر میکنن. امیدواریم که این بحثا به کار نسل امروز بیاد، برای اینکه ایران نو بنا کنند به عنوان الگو و بدیل برای جهان. شاد و پیروز باشید.